خب بیانگان عزیز، در این قسمت برنامه همراه هستیم با میثم ناهید تا بپردازیم به رسانه حکومتی رسمی یعنی تلویزیون آخوندی. میثم، خیلی خوش آمدی برنامه قیام ایران. سلام میکنم به شما و سلام به بینندگان عزیز. بفرمایید. خب میثم، طبعا تلویزیون حکومتی به موضوعات خیلی زیادی توی این روزها میپردازه، ولی به نظرت اون چه که بیشتر از بقیه موضوعات بهش پرداخته میشه توی این تلویزیون یا به خاص در زمینه بحران‌های سیاسی که رژیم باش درگیر هست کدوم ها هستن؟ بله، این روزها تلویزیون رژیم روی سه موضوع متمرکز است. یکی برجام، یکی موضوع بودجه و یکی هم اصلی ترین بحرانش یعنی قیام. در زمینه برجام، خب الان این پدیده که جدید نیست، اما به هر حال گره کور برجام بسیار کورتر شده. هر تلاشی میکنن، میخوان مسیر مذاکره باز کنن، میرن نیویورک، بعد به فرانسه آویزون میشن، بعد الان به ژاپن آویزون شدن. به هر حال همش تا الان با شکست مواجه شده. خب این شکست هم یکی از پیامداش اینه که تنها امید رژیم که اروپا بود هر چی بیشتر ازش فاصله میگیره و الان به نقطه‌ای رسیده اینکه بحث خطرناک مکانیزم ماشه روی میز رژیم هست که این وضعیت در حال در تلویزیون حکومتی اروپایی میخوان برن به سمت مکانیزم ماشه الان رفتن در اصل. بله، رفتن و این تهدید رو میکنن، هرچند تلاش میکنن که نشه، اما اجبارات و مسیری که رژیم در جبر طی کرده اونها رو به این سمت برده. این رژیم داره اون رو هول میده به این سمت. دقیقاً، بله. که تو تلویزیون حکومتی چجوری باستا پیدا میکنیم مثلا؟ من به نظرم ببینیم یک قسمتش رو بعد صحبت کنیم. باش. تهدید میکنن به استفاده از برای در واقع بازگشت ایران از کاهش تعهدات برجامی. پاسخ شما به این تهدیدات چی هست؟ آنچه که ما داریم انجام میدیم و در چهارگامی هم که برداشتیم، به نظر من و به نظر کارشناسانی که هم در ایران هستن، از نظر مسائل حقوقی و اون مسائلی که روی برجام کار کردن و مسائلی که روی هسته‌ای کار کردن و همچنین کارشناسای بین‌المللی، هیچ اقدامی که مغایر با کنوانسیون‌های زیربط باشه انجام نشده. علی اکبر بلایتی در گفتگو با شبکه خبری روسیا الیوم گفت وعده‌های اروپایی‌ها تنها روی کاغذ بوده و آنها هیچ گام عملی بر نداشتند. ما از اروپایی ها فقط سخنان جذاب شنیدیم بدون اینکه هیچ یک از سخنانشان عملی شود. آنها فقط فرصت ها را از دست دادند. اروپایی ها یعنی آلمان، فرانسه و انگلیس دنبال روی سیاست های آمریکا هستند و همواره اجرا کننده دیکته های سیاست های واشنگتن بودند. آنها هیچ وقت در تصمیم گیری هایشان استقلال ندارند. اگر طرف اروپایی توافقشان در برجام را اجرایی نکند، ادامه تعهد ما به این توافق هیچ توجیهی نخواهد داشت. لذا همونطور که تصمیم گرفته ایم به کاهش تجریجی تعهدمان در برجام در قالب برداشتن گام پنجم ادامه خواهیم داد. وارن بیشتر پس تهدید میکنه که میخوام من گام پنجم. بنیا کن، دو تا موزه است. اون واعظی که رئیس دفتر آخوند روحانیه با التماس میگفتش که این گام های کوتا آمدن ما از تعهدات برجامی کاملا حقوقیه، به همین خاطر به نوعی داشت از کادر برجام خارج نشدیم هنوز، به اروپا التماس کرد که نرید سمت مکانیزم ماشه، چون سوال خبرنگار عطف به این بودش مکانیزم ماشه. ولایتی که مال باند مقابله میگفتش که اصلا اروپا شکست خورده، روشن شد که فقط حرفای قشنگ میزنن، به همین خاطر ما به سمت گام پنجم میریم. حالا واقعیت چه؟ واقعیت اصلا برای این بحثاست، این خود نتیجه شه که به صورت بحران درون رژیم داره بازتاب داده میشه. واقعیت اینه که رژیم به خاطر تحریم های خورد کننده مجبور شده از اردیبهشت ماه وارد خودزنی بشه، یعنی همین کاهش تعهدات برجامی، تا بلکه بتونه از اروپا باج بگیره. نه تنها اروپا بهش باج نداد، بلکه همون اول سر کشور علیش موزه گرفتن، تا الانم روز به روز دارن ازش فاصله میگیرن، اروپا که تنها امیدش بود، و الان به نقطه رسیده که بحث مکانیزم ماشه روی میزه. رژیم عملا نه راه پیش داره نه راه پس، نمیتونه برگرده چون مسیری که طی کرده و الان در اصل در این دالان مرگ افتاده. به هر حال این بحران برجام بشه، سایه این بحران برجام روی رژیم به صورت خفگی اقتصادی
داره بارز میشه، چون رژیم واقعا راه نفسش با این تحریم ها که سخت‌ترین تحریم های تاریخه بسته شده. به هر حال نمود این خفگی این روسا در موضوع بودجه رژیم بارز میشه. روحانی اومد این بودجه رو ارائه داد، بودجه ای که به قول خودشون یک بودجه خیالیه، به قول خیلی هاشون خالی بندی درمانیه، چون به غایت توهی از منابع واقعی. یه قلم امسال 100,000 میلیارد تومان بودجه رو افزایش شده نسبت به سال گذشته، در حالی که نگفته این پول از کجا میخواد بیاره، در حالی که سال گذشته دست کم منابعش نامشخص. بله سال گذشته دست کم به خاطر هشت معافیت میتونست روزی 1,000,000 بشکه نفت بفروشه، الان اون 1,000,000 که هیچی، الان 100,000 بشکه هم تا 200,000 بشکه میگم ماکسیمم میتونه بفروشه. به هر حال این بودجه خودش تبدیل به بحران رژیم درون رژیم شده، روحانی شلاق کش میکنن درون مجلس و ارگان هاشون و توی تلویزیون چی اونجا مادم علیه بودجه صحبت میکنن. بله. یا گفتگو میذارن سر علیهش و خودشون به روحشنی میگن که بودجه هیچ منبعی نداره و نامفهومه و اصلا معلوم نیست که از کجا میخواد بیاره، استقراض شدید میخواد ایجاد کنه که خودش رو سر خودم آوار میشه، از جمله حتی سرش طنزم درست میکنن. بذارم یک بخشم ببینیم. اون دوستان عزیزی که نسبت به اعلام بودجه ما نسبت به سال آینده گاهی نقد میکنن، خب بفرماین راه حل بهترشون چی هست، ما استفاده میکنیم از راه حل. ما اون چه که فکر میکنیم با همه تلاش امکان پذیر هست اون رو محاسبه کردیم. سلام، وقت بخیر. امروز میخوایم درباره بودجه مملکت صحبت کنیم. یعنی اگه میخوایم ببینین اقتصاد یه مملکتی چهارنعل میتازه یا چهارچرخش پنچره، باید بریم بودجهشو ببینیم. همونطور که در جریان نیستید، سازمان برنامه و بودجه هر ساله بودجه کشور رو مینویسه. یعنی درست مثل یه آشپز میاد اعلام میکنه که آقا من میخوام یه همچین آشی بپزم، اینا مواد اولیه‌شه، اینقدر هم هزینه‌اش میشه. الان شما یه دونه فلافلی پرکن بخور ساده هم بخوای بری، آشپز ازت میپرسه آقا من کالباسشو بدم، نونشو بدم، خیارشورشو بدم، گوجهشو بدم، کدومو بدم؟ ولی متاسفانه تو تدوین بودجه مملکت از نظر مردم استفاده نمیشه و یهو یه کوپه کلم پخته لذیذ میذارن جلو تا میگن ملش کن. این برنامه پیشنهادی به اسم لایحه بودجه منتشر میشه و میره مجلس تصویب. آقا ما کل سیمپیچای مغزمون دود کرد، آخرش نفهمیدیم چرا دولت این لایحه رو به جای اینکه با فرمت اکسل منتشر کنه با فرمت پی دی اف منتشر میکنه. یعنی شما اگر با ابر رایانه های ناسا هم با این فایل ها ور بری یه نتیجه بیشتر نداری. خلاصه به هر شکلی که هست لایحه بودجه میره مجلس تا بعضی از نمایندگان مجلس یه دست نوازی پدرانه به سرش بکشن و نفر یه دو سه تا پروژه تپل واسه بچه محله و حوزه انتخابیاشون بچپونن تو بودجه. نتیجه این میشه که لایحه بودجه با یک تغییر جزئی تصویب میشه. بله، همونطور که میبینی، خب جدای از این که داریم یک اصلا معلوم نیست این بودجه منابعش از کجا اومده و غیره، تاکید میکنه رو همون دزدیایی که هست. میگه وقتی میره تو مجلس هر کسی یک قسم بندی بهش اضافه میکنه که تو اون من منافع جیب خودشه، که اصلا میدونی که میلیون ها و میلیارد ها دلار در بودجه هر با هر سال صرف همین جور چیزا میشن، یعنی دزدیدن و صرف آزاده ها و بله امضا کردن وقتی راضی میشن که جیب خودشون تو بودجه پر شده باشه. حالا امروز جالب بود که این بحران انقدر جدی شده، بحران بودجه، آخوند پژمانفر گفتش که این داستان اصلا استعفای روحانی تهدیدی بود که خودش کرده بود، گفت اگر بودجه رو تصویب نکنید من استعفا میدم، و چون اعضای مجلس ارتجاع میدونستن که اگر روحانی استعفا بده خودش یک بحرانی میشه که دوباره قیام میتونه اونجا اوج بگیره در این شکاف بحرانی درون رژیم. روحانی کلی استعفا کرد؟ بله، کلا بحث استعفاش بوده این روزا. برای خودش این میگه پژمانفر میگه. بله. این اونا ترسیدن و عقب نشستن. به هر حال الان خود بودجه نه تنها یکی از بحران‌های درونی رژیمه، بلکه نماد خفگی اقتصادی رژیمه که تا کجا دستش واقعا خالیه و خودش اینطوری این موضوع رو مطرح میکنه. اما موضوع دیگه که در تلویزیون رژیم تقریبا هر روز به اشکال مختلف بهش پرداخته میشه، موضوع وحشت رژیم از قیام مردم ایرانه. به هر بار به صورتی این موضوع رو مطرح میکنه. دیروز پاسدار اشتری سرکرده انتظامی رژیم اومد گفتش که ما اصلا از همه طرف
از سمت دشمنان در محاصره ایم و دشمنان خلاصه از هر فرصتی استفاده میکنن و از اینجور نکات که خب دشمنان فهمیدیم توی قیام آبان که همون مردم ایران منظورش هستیم، مردم ایران و کانونهای شورشی و برحال دیدیم که جوانهای شورشی. برحال این هم ببینیم وحشت رژیم از قیام رو بعد صحبت کنیم. بله. در ابعاد مختلف ما مورد هجمه قرار گرفتیم، از بعد اقتصادی، امنیتی، نظامی، فرهنگی و همین آشوب‌های اخیر را هم ملاحظه بفرمایید. این از کینه دشمن بود که بر بستر یک موضوع اقتصادی و اجتماعی سوار شد. مطمئناً اونها ما را رها نخواهند کرد، در هر فرصتی میخواهند به ما ضربه بزنند. من سوالم در خصوص بانک‌هایی است که توی اختشاشات اخیر آسیب دید. بعضن برخی از این بانک‌ها هنوز راه اندازی نشدن توی برخی محله‌ها و مناطق و مشکلاتی رو برای مردم ایجاد کردن. میتونید به ما بگید که این بانک‌ها کی به مدار برمیگردن؟ ببینید اینکه تصمیم گیری بکنن کی اینها رو بازسازی بکنن، این نکته‌ای که ما تاکید کردیم، هر چه سریع‌تر این اتفاق بیفته. خب حجم و تعداد بانک‌هایی که آسیب دیدن، بعضیش آسیب اساسی دیدن، یعنی به این راحتی ظرف یه ماه که نمیتونن آمادش بکنن. آثار قیام حالا حالا ادامه بله. داره، میگه اینقدر جدی بوده که حالا حالا نمیشه آمادش کنن. و مهمتر اشتری چی میگفت؟ گفتش که از همه سو به ما هجمه کردن و همین آشوبای اخیر رو قیام ما اشاره میکرد. از قول اونها میگن آشوبای بله. اخیر. و به هر حال خب این وضعیت رژیم تقریبا هر روز در تلویزیون رژیم بازتاب داره. خب این هم از یک واقعیت میجوشه. واقعیت اینه که یک جامعه آسی در غلیان، قیامی که دیدن، قیام بی سابقه، رژیم مرگ خودشو در این قیام دیده و میبینه که به قول همین اشتری هر لحظه این دشمن در کمینش و بیخ گوششه. یه نکته مهمتر هم هست، اون هم اشاره مقامات رژیم و رسانه‌اش به رادیکالیزم قیامی که میگن افزایش هم پیدا میکنه. عماد افروق دیروز، یکی از همین مهرای خامنه‌ای، دیروز میگفتش که این رادیکالیزمی که در این اختشاشات بود اونقدر جدیه که اصلا داره نظام رو فرو میپاشونه و راه به آنارشیزم میبره. آنارشیزم از بعد اون منظورش همین تلاشی رژیمه و منظور به هر حال سرنگونیه. انگوش میذاشت که دنیای بعد از خودشون دیگه نمیبینن. بله. دیگه بخاطر این همشو بهش میگن آنارشیزم. بله. به هر حال انگوش میذارن روی پدیده رادیکالیزم قیام. خب این هم باز از یک واقعیت میجوشه. خود رژیم اگه دقت کنید در رابطه با قیام امسال روی یک نکته همیشه انگوش میذاره توی همین 40 روز و خیلی ابراز نگرانی میکنه. اون هم موضوع سازماندهی بودن این قیام و مسلح بودن مردم. خودشون میگن که خیلی از همین پاسدارا رو که به هلاکت رسوندن و بسیجا مردم مسلحانه کردن و بحث سلاح میکنن، میگن که کلانتریا رو مردم گرفتن، الان انبوهی سلاح دست مردم هست و بعد انگوش میدن روی سازماندهی بودن، که اینکه مردم بر اساس یک دستگاه و یک ساختی اینجوری نبود که پراکنده اقدام کنن، که این خب برای یک دیکتاتوری بسیار خطرناکه. این وضعیت هم باز در تلویزیون رژیم بازتاب داره در رابطه با سلاحی که در دست مردم هست و این تهدید. خب اینم ببینیم. کشف محموله سلاح در اصفهان، سلاحی که اکثر اینها سلاحهای شورشی 26 تا کلت و یک کلاش و از اول سال تا اکنون ما بیش از 1300 اسلحه جنگی کشف کردیم. پلیس فتح از مردم درخواست کرده در صورت مشاهده سایت های فروش سلاح به پلیس فتح اطلاع بده. این رو مد نظرتون باشه که هر گونه خرید و فروش سلاح، اهم از شکاری، سلاح گردسر و وسایل رفاه شخصی در فضای مجازی ممنوع هست. ما مواردی رو در تهران بزرگمون داشتیم، در استان لرستان داشتیم، در استان کرمانشاه داشتیم. خب افرادی در این زمینه مبادرت به دایر کردن سایت های فروش همین اقلام ممنوعی که بنده عرض کردم کرده بودن. میبینی که این همون دادستان رژیم در اصفهان میگفت فقط از ابتدای امسال تا الان فقط در اصفهان 1300 قبض سلاح گرفتیم. خب البته خب مشخص افتیافش معلومه که خوش اصلا میشه ترسیده. بله اصلا وارفته بود. خیلی روشنه و ایزن
اون سرکرده انتظامی میگفتش که در استانهای مختلف تهران و خوزستان و سیستان و بلوچستان و تو قسمت دیگه گفتن، رسانه دیگهش گفتن و به هر حال استانهای مختلف اینها میگفتش که به هر حال موضوع سلاح و کشف سلاح جدی و تهدید میکنه، میگفت هر کس سلاح سرد و سلاح گرم و وسایل دفاع شخصی اینو داشته باشه جور محسوب میشه. حالا این وقتی که میاد اینو توی تلویزیون اینجوری میگه بی دلیل که نمیگه، یک چیزایی بوده تو فضای مجازی یک داد و ستدهایی در مورد سلاح احتمالاً دیدن که الان اومدن اینجوری دیگه مجبور شدن بن علنا مثلا مردمو تهدید بکنن، یعنی همچین اشتیاقی در جامعه وجود داره. ببین حرف خودشونه، الان فقط از یک زاویه تلویزیون ما دیدیم ولی در رسانه دیگه شون هم هست، میگن که موضوع سلاح بسیار جدیه، موضوع مسلحانه بودن قیام این اختشاشات بسیار جدیه، مستمر اینو میگن. و بله گفتم این هم برخواسته از یک واقعیت درون جامعه است که تازه نوک کوه یخش اینطوری بیرون میزنه و در ابعاد بسیار گسترده است. به حال این وضعیت این مواردی بود که تلویزیون رژیم بهش پرداخت در همین مدت اخیر. خب میشه نتیجه گرفت، روند منطقیه. نکن از یک طرف رژیم درگیر بحران‌های مختلفه مثل برجام، برجامی که حاصل شکستش شده بازگشت مرگبار تحریم‌ها، رژیم وارد فاز خفگی اقتصادی شده، چون وارد این فاز شده از طرفی بودجهش نمایانگر این وضعیت خفگیه، این خفگی وادارش کرده که چون دیگه پولی نداره به مزدوراش و این پاسدارا اینا بده دست بکنه در جیب مردم به صورت همین سهمیه بندی بنزین و غیره که به گفته خودشون این فقط یک مدت کوتاهی مقداری رژیم رو تامین میکنه که اونم روی پایان میگن مرحله بعد گازوئیل، بعد حذف دهکای دیگه یارانه ها و بالا بردن مالیات و غیره، که هر کدوم از اینا خب خودش جرقه برای شعله ور شدن قیام. این مجموع بحران های رژیم هست که اینطور در تلویزیون رژیم بازتاب داره. خیلی ممنون میسم از اینکه باز همراه ما بودی و این توضیحات رو هم دادی در مورد وضعیت رژیم که اینجوری در تلویزیون خودش منعکس میشه و جنگ باندی دوستان.